امروز روز بسیار بسیار غمگینی است. امروز 11 سپتامبر است. 18 سال پیش در این روز گروهی تروریست اسلامی، آدمهایی که زاده شده در عربستان و امارات و پرورش یافته در مکتب تندروهای دینی عربستان بودند، بی توان گفت با پشتیبانی نیروهایی در درون عربستان و شاید پاکستان و یا بیرون از این کشورها یک رویداد ناگوار در جهان در آغاز سده 20 به وجود آوردند. یکی از دردناکترین رویدادهایی که به راستی می توان گفت تاریخ رو دگرگون کرد، نه به دلیل تنها این کار تروریستی، به دلیل پیامدهای اون، به دلیل سپس حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به افغانستان و عراق در دو سوی ایران و بسیاری رویدادهای دیگری که می توان گفت ما هنوز هم تاوان اون رو پس می دهیم. بسیار دردناک بود که 4 هواپیما رو ربودند و 2 هواپیما رو به این 2 برج معروف نیویورک زدند، 2 برجی که در واقع یک نوع نماد شهر نیویورک به شمار می آمد. من چندین بار به این ساختمان ها برای کارهای گوناگون رفته بودم، از جمله 2 هفته پیش از این رویداد در رستورانی که در بالای این ساختمان بود با چند تن از دوستان نهار خورده بودیم و بیاد دارم آدم هایی که در اونجا کار میکردن از چهره اونها از گوش و کنار جهان بودند، از آسیای جنوبی، از آسیای شرقی، از آفریقای تواران، از هر گوشه و کنار جهان در اونجا کار میکردند و گمان من این است که این آدم ها در اون هنگام در اون رستوران در حال آماده کردن شرایط برای نهار و اینها بودند و اینها بسیاری کشته شدند. خیلی ها در این رویداد از دست رفتند، من تنی چند از اونها رو میشناسند. پس از اون هم افسانه هایی ساز کردن که بله این یک توطئه بوده، خود دولت جورج بوش در این کار دست داشته و اسرائیلی ها پشت این کار بودند، به یهودی ها آگاهی رسانده بودند که نروند اون سر کار. اینها داستان هایی است که میدانیم دروغ است. من چند دوستی رو که میدانم در اون ماجرا کشته شدند یهودیان آمریکایی بودند و این افسانه که گویا میتوان رازی رو در میان چندین 10,000 نفر پنهان نگه داشت، خب بیرون از راستی است. بر روی این رویداد 11 سپتامبر بسیار بسیار غم انگیز است، نه تنها از این لحاظ که یک رویداد بسیار هولناک بیمانند در دنیا در این 40-50 سال گذشته به شمار می آید که این همه کارهای تروریستی انجام شده، بلکه به دلیل پیامدهای اون، به دلیل اینکه در واکنش به این رویداد هولناک نیروهای تندروی ایالات متحده آمریکا، نوکانهایی که یکی از برجسته ترین سخنگویانش همین آقای جان بولتونی بود که دیروز از کار برکنار شد، مشاور امنیتی آقای ترامپ، این آدم از کسانی بود که فکر نمی کنم جایی رو در دنیا ندیده بود که علاقمند به بمبارانش نباشه، از جمله علاقمند به بمباران ایران، علاقمند به حمله نظامی به عراق، علاقمند به حمله نظامی در هر گوشه و کنار جهان بوده و امروز هم هست. از شمار سخنگویان سازمان مجاهدین هم به شمار می آید، یعنی با پول پرداخت شده به او می رود در نشست‌های مجاهدین همراه با آقای جولیانی شرکت می کنه و درفشانی می کنه و این آدم شده بود مشاور امنیتی آقای ترامپ. خوشبختانه دیروز ایشون رد شد. از آدم‌هایی است که سخت هوادار یک تازش نظامی، حمله نظامی به ایران بود. حالا نمیدانم پیامد اون چه باشد، ولی بر روی یکی از پیامدهای این رویداد ناگوار 11 سپتامبر توانا ساختن نیروهای تندروی هر دو سوی این ماجرا در جهان بود. شما نگاه کنید به
آنچه که امروز در میان فلسطینی ها و اسرائیل می گذرد. یک زمانی در درون فلسطین نیروهای راغبین هوادار کنار آمدن با همسایگان بر سر کار بودند. در میان فلسطینی ها هم نیروهایی که بر سر کار بودند نیروهای نسبتاً آرامتری بودند که علاقمند بودند که کنار بیان با اسرائیل. تندروها در هر دو سوی این درگیری رو گرفتند، یعنی حماس رهبری رو از دست فلسطینی های معتدل گرفته و در اسرائیل هم تندروترین نیروها بر سر کار هستند. این سرنوشت درگیری های مذهبی سیاسی در جهانه. شما اگر به این رویداد 11 سپتامبر نگاه بکنید، به درون اون بنگرید، میبینید که چیزی جز یک کینه دینی برای برانگیختن آدم هایی که بروند و خودشان را خودکشی کنند، خودشان را به ساختمانی بزنند، چیزی جز این نمیبینید. من میدانم، آگاه هستم، در درازای تاریخ ما درگیری های سیاسی تند و تیزی از جنبه های گوناگون داشتیم، اما این نوع کار که شما کسانی رو برانگیزید که میدانند کشته خواهند شد، میدانند در صورت اینکه خودشون این هواپیما رو بدزدند و این هواپیما رو به یک ساختمانی بزنند از میان خواهند رفت، اینها رو با یک باور دینی آماده کنید که به بهش خواهند رفت، آمرزش خواهند دید، بهترین جایگاه رو در غرفه های بهش خواهند داشت، اینها رو برانگیزانید که چنین کاری رو بکنید. این دشمنی برانگیزی دینی یک پدیده تاریخی است و از جمله در کشور ما هم یکی از پایگاه‌های این گونه اندیشه هاست. سپتامبر 11 یک رویداد هولناک است، اما رویداد تنها نیست. رویدادی نیست که بتوانید شما دست بگذارید و بگویید که یک حادثه بوده، یک رویداد بوده. نه، زنجیره است از رویدادهایی که در درازای تاریخ ما در این درگیری های کور دینی با اون روبرو هستیم. درگیری کور دینی یعنی ترور کور. من طرفدار هیچ گونه تروری نیستم، طرفدار هیچ گونه، هوادار هیچ گونه خشونتی نیستم، اما برای من قابل فهم است، منطقی است، نه درست، که کسی برود و ترور یک فرد دیگری رو برنامه ریزی کنه به دلایل سیاسی، مانند آدمی که آبراهام لینکلن رو کشت یا کشنده ناصرالدین شاه، میرزا رضا کرمانی. این یه ترور شخصی است. میرزا رضا کرمانی خشمگین از ستمهایی که در ایران وجود داره، آدمهایی بر او، بر اندیشه های او نفوذ داشتند و او رفت و ناصرالدین شاه رو کشت. تفاوت داره میان این ترور با اینکه کسی بمب به بدن خودش، نارنجک به بدن خودش یا دینامیت به بدن خودش آویزان کنه و بره وسط میانه بازار یا میدان توپخانه عده زیادی، شمار زیادی از مردم بیگناه رو بکشه. هنگامی که میرزا رضا کرمانی این کار ترور رو انجام داد، که من فکر میکنم کار نادرستی است، ترور اصولا کار نادرستی است، یک انگیزه روشن داشت. گفته بود میخواهم ریشه استبداد، ریشه فساد رو که در پادشاه مملکت است، چون از کامران میرزا شکایت داشت ولی رفت سراغ ناصرالدین شاه، پدر کامران میرزا، ناصرالدین شاه رو کشت. کار درستی نیست ترور، اما میتوان ترور ناصرالدین شاه رو به دست میرزا رضا کرمانی فهمید، درک کرد، ارزیابی کرد و گفت به این دلیل میرزا رضا کرمانی رفت و ناصرالدین شاه رو کشت. درست یا نادرست رو میتوان بررسی کرد. بازم تکرار میکنم، ترور در هر شرایطی کار نادرستی است،
اما این رو می توان ارزیابی کرد. هنگامی که یک گروه سیاسی می رود، یک هواپیمایی رو می رو باید و گروگان می گیرد سرنشینان هواپیما رو با یک رشته درخواست های سیاسی، این کار نادرستی است در سپهر سیاست امروز جهان، اما کار قابل درکی است. یعنی کسانی رفتن با یک برنامه سیاسی گروگان گرفتن، گروهی رو درخواست هایی رو هم دارند و چه بسا این گروگانگیری با پیامد نیکی به پایان برسد. در زمینه هایی هم با پیامد نیکی به پایان نمی رسد، مانند کار تروریستی که در المپیک مونیخ فلسطینی ها با ورزشکاران اسرائیلی کردند. جنایتی بود به راستی. البته در این جنایت خود اسرائیلی ها هم در به رگبار بستن فلسطینی ها و کشتن گروگان های اونها دست داشتن، ولی به هر روی کار نادرست و بسیار بسیار ناشایستی از سوی این گروه رادیکال فلسطینی بود، به داوری من تروریستی. اما این رو نمیتوان همردیف دانست با یک تروریسم کور. تروریسم کور یعنی هنگامی که شما یک آدمی رو برمی انگیزید که در کابل برود در میانه بازار، برود در جشن عروسی، در پایکوبی مردم و بمبی که به بدن خودش بسته منفجر کنه، خودش از میان برود چون به او نوید دادن که به بهش خواهد رفت و ده ها تن آدم های بیگناه، کودکان، انسان هایی که هیچ گناهی در این راستا نداشتند، هیچ دستی در این ستم نداشتند، رو اینها رو پرپر کن و از میان ببرد. این تروریسم کور یک پدیده نو در جهان است و این پدیده نو، پدیده تروریسم کور، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بپذیریم چه خوشایند ما نباشد، از دل فرهنگ کشورهای اسلامی برخاسته. ما این نوع تروریسم کور رو در کشورهای اروپایی نداشتیم، در میان یهودیان نداشتیم، زرتشتیان دست به این کارها نزدند، بابی ها و بهائیان دست به این کارها نزدند، رفتن آدم کشتن. یعنی بابیان برنامه داشتن برای کشتن ناصرالدین شاه، یه برنامه سیاسی است، ولی در درازای تاریخ ما نمونه هایی رو نداریم پیش از این که این نوع تروریسم کور اسلامی دنیا رو فرا بگیرد، که کسانی با نوید بهشت بروند و هواپیما به ساختمان بزنند یا جلیقه خودکشی بپوشند و بروند در میانه بازار، در میانه یک جشن عروسی، در میانه هر کار بزرگ دیگری مردم بیگناهی رو از میان ببرند. این پدیده زاده فرهنگ بسیار فرومایه در کشورهای مسلمان است. ما باید این رو بپذیریم. من بارها به دوران آقای اوباما، منی که طرفدار آقای اوباما بوده و هستم، ایراد گرفتم که چرا از واژه تروریسم اسلامی بهره نمیگیرد. امروز این پروژه تروریسم اسلامی رو دست راستی های نژاد پرست آمریکایی هم به کار میبرند، دست راستی های نژاد پرست اروپایی هم به کار گرفتند. مردی در اسکاندیناوی رفت و در یک جزیره شمار بسیاری از نوجوانان رو کشت برای اینکه بر سیاست اون کشور تأثیر بگذاره. این رو کپی کردن در نیوزلند، این رو کپی کردن در همین ایالات متحده آمریکا. اما این نوع کار نقطه آغازش در میان جریان‌های اسلامی بوده، کشتن انبوهی از مردم به نام رستگاری. این کار رو در فرهنگ‌های دیگر هم یاد گرفتن و انجام میدن. تندروهای مسیحی نژادپرست هم امروز در ایالات متحده آمریکا و سوئد و نیوزلند و کشورهای دیگر هم این کار رو انجام میدن. اما بستر این کار
زادگاه این کار در این فرهنگی است که در کشورهای اسلامی در میان مسلمانان وجود داره. شوربختا این رو میگویم، منی که به هر روی مسلمان زاده هستم، منی که به هر روی از یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم، این که امروز دینی دارم یا ندارم مهم نیست، ولی بسیار برای من غم انگیز است که به نام این دینی که به هر روی من با اون پیوندهای دوری دارم، پیوند نزدیک ندارم، من آدم دینداری نیستم، ولی به هر روی با این فرهنگ آشنا هستم، به نام این دین چنین جنایت‌های بسیار بسیار دردناکی در دنیا روی می‌دهد. نه از این رو که چرا به نام این دین این کار رو میکنند، برای اینکه تاوان این رو مردم دینداری میدهند، مسلمانانی میدهند که هیچ پیوندی با این نوع کارها ندارند. نگاه کنید، بیشتر مردم ایران، بیشترین مردم ایران مخالف ترور هستند. هنگامی که این رویداد سپتامبر 11 به آگاهی مردم رسید، در همان روزهای نخست بسیاری از مردم تهران و شهرهای دیگر با شمع به خیابان آمده بودند، همدردی می کردند با مردم آمریکا، ایرانی تبارانی که در این ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند، به راستی همدردی می کردند با مردم آمریکا و به درستی هم، چون گروهی بی هیچ گونه گناهی، هیچ گونه درگیری در هیچ رویدادی به دست یک گروه تروریستی، 19 نفر تروریست در گوش و کنار آمریکا و به ویژه در نیویورک کشته شدند. ما باید بپذیریم که نقطه آغاز برای این نوع کارها در کشورهایی بوده مانند پاکستان، افغانستان، ایران، عربستان، امارات، عراق، مصر، لبنان و کشورهای از این دست. شما سر جنگ دارید با اسرائیل، ستیز دارید با اسرائیل، کشتن مردم یهودی در یک بازار چه سودی به شما میرساند؟ چه پیامدی جز برانگیختن از جمله کسانی در درون اسرائیل که هوادار برابری حقوق میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها هستند خواهد داشت؟ چه پیامدی جز این خواهد داشت که کسانی رو که می توانید به سوی خود بکشانید از شما گریزان خواهند شد؟ این کارزار از جمله در ایران در انقلاب 57 آغاز شد. جمهوری اسلامی پایه‌گذار این نوع کشتارهای کور نبوده. کشتار دستچین شده، ترور دستچین شده مخالفان رو هدف خودش قرار داده. اما این کارزار برانگیختن دشمنی‌های دینی که در تاریخ وجود می‌داشته، در دوران مدرن، در دوران پس از جنگ جهانی دوم در ایران بسته شد نطفه‌اش، از اونجا آغاز شد و سپس گروه‌های مانند داعش و از آن سوی پیش از اون القاعده و دیگران، البته با پول دولت‌های خارجی، از جمله در افغانستان با پول ایالات متحده آمریکا، پشتیبانی CIA و عربستان بود که و دستگاه امنیتی پاکستان که تشکیلات طالبان شکل گرفت و از دل طالبان القاعده به وجود آمد و این فاجعه رو القاعده به وجود آورد. در اینجا انگیزه من بررسی رویداد 11 سپتامبر نیست. من میخواهم به بهانه 11 سپتامبر این مسئله دشمنی دینی، دشمنی برانگیزی دینی رو در تاریخ با شما بازبینی کنم. نگاه کنید به همین تاریخ اسلام، نگاه کنید به رویدادهایی که در تاریخ اسلام دشمنی میان شیعی و اهل سنت رو ایجاد کرده. خب بنگرید به جنبش رفرماسیون اروپا، لوتر می آید و
نقد می کند به کلیسای کاتولیک، داوری های تازه رو به میان می آورد و یک شکاف بزرگی در کلیسای کاتولیک به وجود می آید و کلیسای کاتولیک از درون کلیسای کاتولیک گروهی به نام پروتستان بیرون می آیند و از درون پروتستان ها گروه های گوناگونی لوترانیستا، کالوینیستا و دیگران به وجود می آیند. پیش از اون هم کلیسای ارتودکس شرقی با کلیسای کاتولیک همراه نبود، حتی سر ستیز داشت. به این خواهم پرداخت. اما شما بنگرید به این داستان درگیری شیعه و سنی. چون اشاره کردم به رفرماسیون، پایه‌ای شد در آیین مسیحی که کاتولیکا و پروتستان ها دشمنی کنند با هم، و خواهم پرداخت به این دشمنی ها. اما اندکی پیشتر به تاریخ بازگردیم. نگاه کنید به این راستی که اگر راستی باشد، اگر چون بسیاری از این تاریخ هایی که درباره آغاز اسلام یا 100 سال آغاز اسلام ما در دست داریم با کمان زنی است، ما نمیدانیم خیلی از این رویدادها رو، ولی میپذیریم که چنین چیزهایی بوده برای اینکه بتوانیم به گفتگوی خودمون با در این زمینه ادامه بدهیم. بپذیریم که به راستی در آن سالهایی که گفتند محمد ابن عبدالله پیامبری کرده، بپذیریم که پس از اون 4 خلیفه آمدند، بپذیریم که درگیری های وجود می داشته. اینها رو اگر بپذیریم، اگر این آنچه که به ما رسیده است رو بپذیریم، می بینیم که این بستر دشمنی میان شیعه و سنی در همان زمان یا در اون زمان بسته نشده، ولی بر پایه رویدادهایی که میگویند در آن زمان روی داده به ما رسیده و این دشمنی همچنان ادامه داره. یعنی شیعیان اهل سنت رو دشمن خود میدانند، همین جمهوری اسلامی با اهل سنت ناسازگار هست، اونها رو پایینتر و پستر میدانه و اهل سنت هم شیعیان رو رافضی و بیرون رفته از دین و از دین برگشته می دانند. می گویند ریشه این دشمنی به این برمی گردد که در پس از درگذشت پیامبر اسلام بنا بوده علی ابن ابی طالب جانشین پیامبر بشود. این داوری شیعیان است، داوری که هیچ سندی درباره اون نیست، اما خب به هر حال می گویند. اهل سنت می گویند نه، 4 خلیفه خلفای راشدین، علی ابن ابی طالب 4مین خلیفه است و اهل سنت علی رو به عنوان خلیفه 4 میشناسند. شیعیان 3 خلیفه اول رو نه تنها مردود میدانند، اینها رو دشمن میشمارند، به ویژه عمر رو. حالا چرا عمر دیگر موضوعی است که من نمیخواهم به اون امروز بپردازم چندان، اما اشاره میکنم به جنبه ای از اینکه چرا عمر. در این داستان سرایی هایی که نزدیک به 110 سال 115 سال پس از این رویداد ثبت شده، به دروغ آمده است که هنگامی که در سقیفه بنی ساعده، سقیفه یعنی جایی که سقف وجود داشته، سقیفه این عشیره بنی ساعده، یکی از عشایر عرب گرد آمده بودند برای برگزیدن جانشین پیامبر و میگویند برخی حتی شمشیر به روی هم کشیدند، در اونجا ابوبکر رو این کسانی که گرد آمده بودند به نام جانشین پیامبر برگزیدند. میگویند، واسم این داستان هایی است که نمیدانیم تا چند اندازه درست بوده باشد، ولی پایه این دشمنی ها و کین هاست. من میخوام به این بپردازم. میگویند عمر با غلامش به در خانه علی ابن ابی طالب رفته برای اینکه علی رو بیاورد با ابوبکر بیعت بکنه. اونها پاسخ ندادند، غلام عمر لگدی به در زده، در به شکم فاطمه دختر پیامبر خورده و فاطمه فرزندی رو که در شکم داشته و میگن نامش هم محسن بوده، حالا از کجا میدانستن که این پسر هست، این ها هم از داستان هایی است که ساختند، این فرزند سخت شده و فاطمه هم به دنبال این
گرفتاری پس از چند ماهی درگذشته. این رو بنیاد دشمنی با عمر می‌دانند و از اینجاست که عمرکشان در تاریخ ایران روان شده، پذیرفته بوده. ناسزا گفتن به عمر به ویژه در خانه اهل سنت پذیرفته شده بوده. آمدن برای کشنده عمر یک جایگاهی در یکی از شهرهای مرکزی ایران ساختن، در حالی که می‌دانیم کشنده عمر در همان مسجدی که عمر را کشته همونجا هم با همون چاقو گردن خودش رو بریده، همونجا هم مرده. این جنازه چگونه رسیده به کاشان دیگه معلوم نیست، یا به پیرامون کاشان و نطنز معلوم نیست کجا چرا به اونجا رسیده، ولی به هر روی رفتاری رو که با فاطمه شده، که بعدا میگویند فاطمه رو گرفتند و به زور به مسجد بردند. پرسشی که من بارها عنوان کردم این است که علی ابن ابی طالب، کسی که به نام کسی که در خیبر رو میگویند با یک دست کنده قتال العرب شناخته میشده، مگر این خاموش بوده که از همسرش دختر پیامبر پاسداری کنه؟ خب ایشون چرا شمشیر نکشیده و غلامه عمر رو نکشته؟ و اگر این داستان ها درست بوده باشد، چرا نام های فرزندان پس از اون، پس از فاطمه، پس از ازدواج علی با همسران دیگر، از جمله عثمان و عمر و چیزهایی از این دست است؟ اینا افسانه هایی است که ساختن برای دشمنی برانگیزی، و این دشمنی برانگیزی رو پای منبرها به خورد مردم دادن. دیروز داشتم در یکی از تارنماهای مورد پشتیبانی دولت جمهوری اسلامی می‌خواندم که در حدیث آمده حدیثی و روایاتی رو که این آقای مجلسی در بهارالانوار جمع‌آوری کرده، که بله این پیامبر نوید داده که از میان بازماندگانش یک کسی از اونها، یعنی امام ناپیدا، این قیام خواهد کرد به خونخواهی ستمهایی که بر خاندان پیامبر شده. و در پایان این بخش در همین تارنما آمده: و ما هم در انتظار لحظه های سبزی به سر میبریم که شمشیر انتقام حضرت به خونخواهی پهلوی شکسته حضرت فاطمه. ببینید برمیگرده به همون لگدی که گویا میگویند غلام عمر به در زده و کمر فاطمه رو شکسته، که همه اینها دروغ است میدانیم. به خونخواهی پهلوی شکسته حضرت فاطمه، خامنشینی امام علی و مظلومان رفتن امام حسین قیام کنند، و همه کسانی را که کهکشان غم را نسان خواندن پیامبر اسلام کردن به کیفرهایشان برسانند. ببینید این نوع کینه و دشمنی برانگیختن، هزار و اندی سال پیش گیرم که این داستان درست بوده باشد. آدمی آمده لگدی به در زده، دختر پیامبر اسلام پهلو شکسته، فرزندش مرده به دنیا آمده، گیرم که درست بوده باشه که در صحرای کربلا، در جنگ کربلا 72 تن به دست بنی امیه کشته شده باشند، گیرم که درست بوده باشه که علی ابن ابی طالب به جانشینی پیامبر نرسیده و خانه نشین شده. خب آدم هایی که امروز هزار و اندی سال پس از اون این حرف ها رو از منبر و امروز از راه اینترنت به خورد مردم میدهید و این دشمنی رو برمی انگیزید،
فردایی که این امام ناپیدا شمشیر از شمشیر به دست بگیره، از چه کسانی میخواد انتقام بگیره؟ نوادگان کسانی که هزار سال پیش جنایت کردند. گیرم که اینها جنایت بوده، هزار سال پیش جنایتی انجام شده، هزار اندی سال پیش. امروز کسانی که هیچگاه در اون دوران نبودند و در گوش و کنار جهان نوادگانشون زندگی می کنند و آمیزش پیدا کردن با دیگران، از چه کسانی بناست این امام ناپیدا با شمشیرش انتقام بگیره؟ مگر اینکه شما این حرف ها رو تنها برای برانگیختن دشمنی به زبان بیاورید، افسون برید؟ مگر مختار ثقفی، همه کسانی که در کشتن امام حسین درگیر بودند و فرزندان و نوادگان اونها رو نکشت، چه کسانی دیگر؟ میگوین از مجموعه بنی امیه شاید 2-3 نفر بیشتر زنده نماندند و برخی از اونها فرار کردند به شمال آفریقا. چه کسانی رو بناس بکشند؟ اهل سنت رو، یهودیان رو، مسیحیان رو، اینها که در اون دوران نقشی در این کارها نداشتند. فردا اگر امام ناپیدا پدیدار بشود، با شمشیر خود چه کسانی رو میخواهد به انتقام مظلوم بودن حسین، خانه نشین بودن علی ابن ابی طالب، پهلوی شکسته فاطمه و خیلی جنایات دیگری که به گفته شما در تاریخ انجام شده، چه کسانی رو بناست بکشه؟ نوادگان کسانی که بیش از 100 و اندی نسل پس از اون به دنیا آمدند، به خونخواهی کاری که اینها اصلا درش درگیر نبودند. جز این نیست که این کارها دشمنی میان مردم رو روان می‌سازد. این دشمنی و کینه های دینی است که 19 نفر رو برانگیخت که بروند و این کار تروریستی رو در آمریکا انجام بدهند. این دشمنی های دینی است که آدم یک کامیون سوار می شود و در نیس، در جشن گل، گروه زیادی از مردم رو می کشه و به انتقام از اون، به بهانه اون، آمریکا عراق رو اشغال میکنه و گروه زیادی از مردم رو در عراق میکشه. این دشمنی برانگیختن های دینی پایانی نداره. ما در تاریخ زیان های زیادی در این راستا داده ایم و دیده ایم و تنها هم دست تروریست های اسلامی در این زمینه به خون آغشته نیست. جنگ های صلیبی رو مسلمانان آغاز نکردند. اوربانوس پاپ در اون هنگام، او بود که این جنگ ها رو آغاز کرد. جنگ های صلیبی از 1095 میلادی تا 1291 میلادی به درازا کشید، نزدیک به 200 سال. اوربانوس بود که برانگیخت که مسیحیان باید به جنگ صلیبی برخیزند. به اینها صلیبیون میگفتند و جنایاتی که اینها در برای پاسپاس گرفتن اورشلیم، بیت المقدس و دیگر شهرها انجام دادند بسیار بسیار دردناک بود. یکی از این جنگ های صلیبی، نگاه کنید به این داستان بسیار غم انگیز، پس از اینکه در نخستین جنگ های صلیبی که پاپ برانگیخته بود برای کشتن مخالفان، و این جالب است، کشتن این مخالفانی که پاپ برانگیخته بود، مسیحیان رو، کاتولیکا رو، فقط برای کشتن مسلمانان نبود، بنا بود یهودیان و ارتدوکس ها و کسانی که از دین برگشتن و کسانی به کلیسای کاتولیک خیانت کردن اونها رو هم بکشند. در نخستین مقاومت در برابر نیروهای صلیبی، یهودیان و مسلمانان با هم همپیمان شدند. ولی در این کشتارها ارتدوکس های شرقی رو هم میکشتند، میگفتند اینها هم از دین برگشتند، برای ناب بودن دین، برای خلوص دین میجنگیدند، همون کارهایی که به
سپتامبر 11 انجامید. یعنی همه دشمنان دین رو، همه کسانی که کافر هستند، از دین برگشته هستند رو میکشتند. این بیماری، بیماری تنها در دنیای اسلامی نیست، ریشه کهن داره. اما این بیماری تازه، این دوران تازه سرش در دنیای اسلامی است، در تروریسم اسلامی است که حالا داره گسترش هم پیدا میکنه به دیگران. در جنگ های صلیبی جنایات زیادی انجام شد، ولی جالب است که این کلیسای کاتولیک و کسانی که مانند آخوندهای ما اون زمان بر منبر دینی در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیای امروز بودند، پس از چند جنگ صلیبی که بسیاری از صلیبیون شکست خورده بودند، چون به اینها میگفتند شما اگر بروید به جنگ تمام گناهان شما آمرزیده میشود و شما به بهشت خواهید رفت، پس از بسیاری از شکست ها کودکان رو برانگیختند. گفتن اینهایی که رفتن به جنگ و شکست خوردن چون گناهان زیادی داشتن نتوانستند پیروز بشوند، آمدن در فرانسه و ایتالیا جنگ صلیبی کودکان به راه انداختند. در سال 1212 در آلمان و فرانسه، نه در ایتالیا، آلمان و فرانسه، گروهی رو برانگیختند از کودکان 14-15 ساله که اینها رخت جنگی بپوشند و بروند برای جنگ. گفتن چون اون پیشینیان گناهکار بودن، نتوانستند این مسلمانان رو شکست بدن، شما بیگناهید، 14-15 ساله هستید، گناهی نکردید. این بخت برگشته ها در آغاز کار، نیمی از اونها در گذار از آلپ تلف شدند و بسیاری از اونها برده شدند، یعنی در بازار بردهداری فروخته شدند و هرگز به میدان جنگ نیامدند. یک آلمانی هم رهبر اونها بود به نام نیکولاس. ما این رویدادهای دردناک دینی رو در تاریخ داشتیم، دشمنی برانگیزی هایی که از جمله در همین فرانسه، کشور پیشرفته فرانسه امروز، در سده 16 در سال 1572 برانگیخته شد از سوی یک پادشاه بسیار پیورز کاتولیک. رفتن در پیرامون پاریس بین 10-70 هزار پروتستان رو کشتند. در روزی همین کشتار صورت گرفت که در تقویم اروپایی به نام سنت بارتولومی معروف است و بنابراین به نام کشتار بارتولومی معروف است. دست کم 10 هزار، برخی گفتند تا 70 هزار نفر رو کشتند. مسیحی ها رو کشتند، مسیحیان کاتولیک پروتستان ها رو کشتند. این گونه جنایات دینی، این گونه خونریزی های دینی در جهان در این هزاره گذشته وجود داشته. بنا بوده در دوران مدرن این رفتارها به پایان برسد، به ویژه در کشوری مانند ایران که ما منشور کوروش رو داریم که هنگامی که بابل رو میخواهند بگشایند، کوروش به سربازانش دستور میده هر کسی به آیین خود، به آیین مردم کاری نداشته باشید، به خدای مردم کاری نداشته باشید. و هم از این روز که یهودیانی که آزاد میشوند، بسیاری از اونها به ایران میآیند، بخش بزرگی از اونها در ایران برای همیشه میمانند و بخش سرزمین و فرهنگ ما میشوند. اما این نوع رفتار امروز بنا نبوده ادامه پیدا کنند. پس از جنگ جهانی دوم و کشته شدن میلیون ها، ده ها میلیون انسان در سرتاسر اروپا و در سرتاسر جهان به دنبال نازیسم و پذیرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر، بنا بود ما دیگر دست از دشمنی های دینی و این نوع رفتارهای ایدئولوژیک برداریم. چنین باوری وجود می داشت که شاید با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم ما با پایان دوره ایدئولوژی روبرو هستیم، نه دشمنی های دینی و نه دشمنی های ایدئولوژیک، کارهای مانند دوران استالین.
ولی راستی این است که این دشمنی های دینی همچنان پاورجاست. این نوع برانگیختن دشمنی های دینی است که رویداد 11 سپتامبر رو به وجود آورد. 19 نفری که به اونها نوید بهشت داده شده بود خودشون رو کشتند تا به بهشت بروند و هزاران نفر دیگر رو هم با خودشون نابود کردند. به نام خدا، به نام خدایی که کشته شدگان هم به اون باور دارند. تا کجا این دشمنی های دینی میخواد ادامه پیدا کند؟ هم امروز هم آخوندهای ایران در این دوران عاشورا، در دوران محرم، بر سر منبرها همچنان فغان میزنند که امام زمان خواهد آمد که انتقام خون حسین رو بگیرد. از چه کسانی بناست انتقام خون حسین رو بگیرد؟ از کدام بازماندگان کشندگان حسین بناست تاوان خون حسین رو بدهند؟ هزار اندی سال پس از اون اینها با خودشون دانشمندان دینه خواهند داشت که بدانند این آدم 100% از بنی امیه بوده، خون یزید در رگ او روان است. گیرم که باشد، گیرم آدمی رو پیدا کنند در یک گوشه از جهان که 100% از خاندان معاویه بوده باشد. این آدم بخت برگشته چرا باید تاوان کاری رو بده که هزار و اندی سال پیش رو میداده؟ چرا این نادانی ها و این نوع رفتارهای زشت رو در اندیشه مردم روان میکنید به نام دین برای اینکه بر سر قدرت بمانید؟ و این گمان نکنید که محدود به آخوندهای شیعی است. این ملایان اهل سنت هم در عربستان و جایهای دیگر وهابی ها هم از این گونه کارها میکنند. اصلا کسانی که رفتند و این 11 سپتامبر سازمون دادن وهابی بودند، اینا شیعی نبودند. اما از دل همین دین این انگیزه ها برخواسته و امروز باید کسانی که در راستای این اندیشه دینی وفادار به این ارزش ها هستند اما میخواهند نو بیاندیشند، یک دگرگونی بنیادی در این اندیشه ایجاد کنند. بیایند بگویند که بنا نیست به خونخواهی حسین یا به خونخواهی دیگری امروز ما دست به کشتار بزنیم. بنا نیست به نام اسلام برویم و برج دوقلوی نیویورک رو بر سر مردم نیویورک ویران کنیم یا در یک ترنی بمب بگذاریم. این کاری است که باید کسانی که به این دین باور دارند روان کنند، آشکارا بگویند که این کارها جنایت است، این کارها نادرست است. این دنیای اسلامی گرفتار این نوع اندیشه های فرومایه است و تا هنگامی که از دست و از چنگال این اندیشه های فرومایه، از این رفتار فرومایه رهایی نیابد، نخواهد توانست روزگار بهتری رو ببیند. مردمی که کسانی رو برمی انگیزند بروند و رویداد تروریستی سپتامبر 11 رو سازمان بدهند، در درون سرزمین خودشان هرگز به دموکراسی و برابری حقوق و برابری آدم ها در برابر قانون باور نخواهند داشت. خودشون رو برتر می دانند، خودشون رو برگزیده تر می دانند از نگاه دینی نسبت به دیگران. و این دشمنی ها در درازای تاریخ بوده، ولی امروز از اونجایی که ما در دنیای مدرن در این 100 سال گذشته با راهکارها و چالش‌های نو روبرو هستیم و زندگی بهتری رو آزمون می‌کنیم، این نوع رفتارها رو باید با دشمنی کنار نهاد. یعنی من با رفتار دشمنانه چندان سر و سازگاری ندارم، اما با این نوع اندیشه و رفتارها باید دشمنی کرد. اینها رو باید از میان برد. اون اندیشه‌ای که 19 نفر رو برمی انگیزه بروند 3000 نفر رو بکشند و یک ویرانی بزرگ به وجود بیاورند، اون اندیشه‌ای که
می تواند یک مسیحی رو به یک مسجد مسلمانان در نیوزلند ببره و کشتار بکنه در اونجا، اون اندیشه ای که زیر سایه خانومی که نخست وزیر کشور هست در دردناک برای من، خانومی که جایزه نوبل گرفته و ایشون در کشوری که مردمش بیشتر مسیحی هستند مسلمانان رو جایز میدونند که اینها رو بروند و بکشند. خب اینا دردناک، اینا نشاندهنده واپسماندگی های آمده از دوران گذشته به دوران ماست. این هم برگ های تاریخ هست که ما باید پاره پاره کنیم و فراموش کنیم و برگ های تازه رو برای تاریخ امروز و آینده دنیا باز کنیم. شوربختا که یکی از بسترهای این نوع داوری ها کشور خود ماست. من به راستی باور دارم که اگر ایران اسلامیزه نشده بود، اگر این نیروهای تندهای اسلامی در ایران چیره نشده بودند، چه بسا جریانهای مانند القاعده و داعش هم شکل نمی گرفت. من بر این باورم که ایران آغازگر چنین حرکتی بوده و بر این باورم که دگرگونی در ایران آغازگر دگرگونی در کشورهای دیگر هم خواهد بود. به هر روی، شاید به بهانه برگی از تاریخ بیشتر سخن روز با شما گفتم، اما به راستی برای من بسیار دردناک است که در سرزمین و کشوری که منشور کوروش در موزه بریتانیا نگهداری می شود امروز، من رفتم و دیدم، در کشوری که این سخن سعدی که بنی آدم اعضای یک دیگرند در سازمان ملل در دیوار درونی سازمان ملل آمده، در سرزمینی که پیام برابری در 2000 اندی سال پیش داده شده، در این سرزمین که ما در دورانهای زیادی بردباری دینی داشتیم، امروز یکی از بسترهای این نوع دشمنی‌های دینی هستیم و آخوند بر منبر، رهبران سیاسی در ساختارهای اداری کشور همراه هستند با این نوع رفتارهای دشمنی برانگیز در گوش و کنار جهان. دشمنی دینی، کینه دینی جایی در دنیای مدرن ندارد. همزیستی باورمندان به دینهای گوناگون است که امروز دنیای پیشرفته پذیرفته. با یاد کشته شدگان در رویداد ناگوار 11 سپتامبر، روز و روزگار بر شما خوش باد.